جناب آقای افلاطون میاد توضیحات بسیار ساده میده، یه مثال ساده میزنه به نام تمثیل قار، و راه نجات بشر رفتن به سمت صوفی، فیلسوفی و کسانی است که دور انسان کاملا. میگه فرض کنید عده‌ای از انسان‌ها از اول دست و پاشون رو بستیم توی قاره، بدون اینکه بتونن به چپ و راست نگاه کنن، یعنی سراشون هم طوری درست کردن که نه چپ میبینن نه راست، فقط روبروشون میبینن. پشت سر کلهشون هم یه دیوار کوتاه و در بیرون قار آتش روشن است. افراد اشیایی را در لبه دیوار به سوی آن سو میبرن. قارنشینان سایه آن چیزها و سایه خودشون را بر روی دیوار میبینن. صدای کسانی که در بیرون رفت آمد میکنن از دیوار قار منعکس میشه. آنها خیال میکنن سایه ها به همدیگر صحبت میکنن. میگه یکی از اینها میاد فکر میکنه، خردش رو تکون میده، اندیشهش رو تکون میده و متوجه میشه یه چیزی فراتر از این وجود داره. دست و پاشو باز میکنه، از دیوار میپره این بر بیرون قار. اینو میذاره اسمش صوفی. دقت کن، پس صوفی از مردمی است که فقط فکر کرده. این صوفی دستاشو باز میکنه و میپره اون بر دیوار. دو تا مشکل داره. نمبر 1، وقتی میپره اون بر دیوار چون در تاریکی مطلق بوده، ماتریکس که باز میشه، نور که میاد، انسان کامله که میشناسه، حالا چشماش هنوز عادت نکرده که درختو ببینه، مورد تمسخر اون طرف قرار میگیره تا حدودی، تا چشش عادت کرد. وقتی چشش عادت کرد، ماتریکس باز شد، در تصوف قدم زد و نگرش حرفای یک صوفی رو گوش کرد، یواش یواش این به تکامل روحی میرسه. وقتی که به تکامل روحی رسید، بیشتر توی بیرون مونده، حالا چشماش بهتر میبینه، حالا دیگه میبینه ای بابا اونجا سایه بوده، دنیای جدیدی رو کشف میکنه، کوانتوم تصوف باز میشه براش، میفهمه ای بابا درخت اینجاست، درخت خورشید، آتش بوده، این صدای این آدما بوده داشتن حرف میزنه و موجوداتی که بیرون قارن. حالا دو اتفاق میفته. یک، افرادی در قار هستن که هنوز احمقن مثل حسین، افرادی بیرون غار هستن که اینا موجوداتی هستن که اون دنیا رو فهمیدن، یعنی فضای ماتریکسی رو فهمیدن، اما بر نگشتن اون گروه نجات بدن. توی اینها یک صوفی که اومده بیرون اینا دیده، میخواد برگرده تو غار. افلاطون میگه و به اینها بفهمونه که این دنیایی که شما زندگی میکنین مجازیه، عدد پی انتها نداره، رادیکال دو داره پسر خود، قوانین مسخره است. این حالا باید چیکار کنه؟ حالا باید از روشنایی وارد غار بشه و دست تک تک اینها رو باز کنه. و افلاطون میگه این فرد رو باید به زور وارد این غار بکنیم، چون وقتی به حقیقت میرسه نمیخواد دیگه وارد غار شه. اسم اینو میذارم پیغمبر یا همون صوفی. این صوفی از حقیقتی که فهمیده باید وارد غار بشه و دستا اینا رو باز کنه و به اینها رو بیدار کنه، هوشیار کنه. حالا این صوفی وقتی برمیگه تو غار، یه مشکل دیگه داره. حالا چشاش به حقیقت روشن شده، دیگه وقتی غار وارد غار میشه اشیا رو دیگه نمیبینه، حالا بچه‌ش به تاریکی عادت کنه دوباره. به همین خاطر مورد تمسخر شدید آدمای تو غار قرار میگیره، مسخره‌اش میکنن و میکشنه. اگه زیاد اصرار کنه، افلاطون میگه میکشنش، میشه مشتاق علی شاه کرمانی میکشنش، عطار نیشابور، سقراط میکشنش. مردم احمق داخل غار هیچ وقت نمیخوان حقیقت رو بفهمن، چون خو گرفتن به اون خریتی که در خودشون و در سایه ها میبینن. کل افکار افلاطون اینه، میگه ما برای نجات کشورمون و مردممون و حقیقت جهانی، هر وقت جهان بفهمه، هر وقت جهان بفهمه که باید صوفی منشی، فیلسوف منشی کشورها اداره بشن، آن روز روز پیروزی جهان هستیه.